سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. تبریکی دوباره دارم برای همه عزیزان ایرانیان مسیحی در سراسر جهان به مناسبت سال نوی میلادی و تجدید این آرزو که سالی خوش برای همه ایرانیان و همه مردمان پاک دل در سراسر جهان باشد، سال 2015 میلادی. و ما در تفسیر خبر، این شماره از برنامه تفسیر خبر، چون شماره‌های پیشین می‌پردازیم به مهمترین خبرها و رویدادهای روز در عرصه منطقه و در عرصه داخلی. اما پیش از آن نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادها در سال گذشته، در سال گذشته میلادی و کارنامه دولت آقای حسن روحانی. با تأکید بر این نکته که در آستانه سالگرد دولت دکتر شاپور بختیار و تأکید و پیشبینی و هشدار او درباره فساد گسترده‌ای که با روی کار آمدن انقلاب دامنگیر کشور و ملت خواهد شد، چند روز پیش آقای میرحسین موسوی نخست وزیر انقلاب تأیید کرد که کشور و انقلاب را فساد در بر گرفته است. آقای موسوی البته توضیح نداد که انقلاب چه سهمی در زمینه سازی برای فساد در ایران داشته است. با من و شما هستند در لندن آقای علیرضا نوری‌زاده و آقای محسن سازگارا که این بار نه در واشنگتن که در سفری در آمریکا با ما خواهند تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده سلام به شما و خوش آمد. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارای نازنین، به همه هموطنان و همه بینندگان تفسیر خبر، به ویژه در خانه پدری و البته از شبکه ایران فردا. و سال نو بر همه مبارک باد، سال خوشی باد. آقای سازگارا در گوشه دیگه از آمریکا، سلام به شما، خوش آمد. من هم عرض سلام به اون ارادت دارم خدمت شما های چالنگی های دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی و به سهم خودم سال نو میلادی رو تبریک عرض میکنم. آقای نوری‌زاده، چون این روزهای نسل ما به یاد داریم ایران شاهد چه روزها و چه التهابی بود، در چون این روزهایی بود که دکتر شاپور بختیار در مقام نخست وزیری سخنانی گفت که بعد روند امور در ایران این سخنان رو تأیید کرد. آنچه که پیش آمد، گوشه ای از سخنان دکتر شاپور بختیار بود با هم میبین. اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن، خب میبرن دیگه، ولی من میستم که این کار نشه. بله آقای نوری‌زاده، ببینید آقای میرحسین موسوی که همچنان در حصر هست و مدتی هست به دلایلی تقریبا ناروشن، حملات از جناح‌های مختلف دیگه حکومت به ایشون و آقای کروبی افزایش پیدا کرده، این یک نکته. اما ایشون اشاره کرده که کشور و انقلاب رو فساد غرق کرده، در خودش غرق کرده، و به من اگر اجازه بدین خواهم گفت که علت این داستان چی هست، غرق شدن کشور و انقلاب در فساد. البته توضیح ندادن که خود انقلاب آیا باعث غرق شدن کشور در فساد شده یا ممکن نظر دیگه‌ای داشته باشن که حتما دارن.
از صحبتشون. شب این همه فساد بالاخره قراره به کجا بیانجامه؟ سرانجام این روند کشورداری قراره به کجا برسه؟ و در سال گذشته چه قدم‌هایی برداشته شد برای جلوگیری از این روند؟ بله آیه چالنگی، منو بردید به 36 سال پیش، روزی که زنده‌یاد دکتر شاپور بختیار به منزلش رفتیم و به سردبیران و مسئولان روزنامه ها گفت سانسوری دیگر در کار نخواهد بود، ولی به یاد وطنتون و به یاد مردمتون باشید، مسئولیتتون رو حفظ کنید. من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان، موجم نه آن موجی که از دریا گریزد. و این صدا تا پایان عمر من توی وجدان همه ما باید تنین انداز باشه. باری فساد، ببینید آقای چالنگی عزیزم، اینا بعد از 5 سال حسر آقای موسوی و کروبی هنوز ترس دارن که این دو تن بیان بیرون. و این بازی ها، نمایش های نه دی، تکرارش، اینا همه رژیمی که حقانیت شو از دست داده. ببینید شما فرمودید انقلاب فساد بود یا اینا کلن فاسدن. ببینید اگر انقلابی در ایران صورت گرفته بود که اصولا انقلاب نمیتونه به جای درستی برسه، ولی خب انقلاب هایی هم صورت میگیره، بعد از مدتی این انقلاب ها فروکش میکنه، زندگی روال عادیشو از سر میگیره، نظم به جامعه باز میگرد. این فقط جمهوری ولایت فقیه و جمهوری ولایت بعثه، چه در عراق چه در سوریه چه اینجا. مثلا صدام تا آخر حکومتش شورای انقلاب داشت. تو ایران هم میتونی شبیه دادگاه انقلاب داریم، بعد از 35 سال هنوز دادگاه انقلاب داریم. یا این ارگان های منحوس لوسی که اینا درست کردن، هر کدومشون میلیاردها پول بودجه مملکت رو میبرن بدون اینکه ذره‌ای مفید باشن. همین مجلس خبرگان نگاه کنید، یک مش آدمی که همشون خوابن، چرت میزنن، انواع اقسام بیماری ها رو دارن و اعتیاد ها رو، اینا دوره هم جمع شده بودن اخیراً که مثلا راجع به مبارزه با تکفیری ها تصمیم بگیرن. اینا شلوارشون نمیتونن بکشن بالا، چجوری میخوان با تکفیری ها مبارزه کنه؟ اینه که یه مجموعه فاسد، اون هم فاسد به معنای حقیقی کلمه. گفت قبل از رستم قاسمی ما هنوز فاسد نیده بودیم. یعنی چی؟ رستم قاسمی، میرکاظمی، محمد یزدی، ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی، هر کدوم در یک گوشه‌ای یک تیول گرفتن، یک امپراتوری کوچکی درست کردن، از امام جمعه یالقوزآباد گرفته تا رئیس مجلس خبرگان و الباقی حضرات. بنابراین ایران یک گاوی شیرده است که چنان میدوشنش که این گاو دیگه دردش اومده، دادش داد میزنه، استخوناش زده بیرون. وزیر بهداری میاد از نبود دارو میگه، از نبود دارو برای سرطانی ها، از نبود آمبولانس. در جنوب لبنان بزرگترین بیمارستان دنیا رو برای حسن جان نصرالله ساختن، داروی مجانی برای حزب الله، آمبولانس های آخرین مدل در اختیار حزب الله، ولی چون ملت ایران بچه زن صیغه‌ایه، بنابراین هیچ اهمیتی براشون نداره، فقط باید بچاپنش. و این رویه روز به روز داره گسترده تر میشه. و من برای سرزمینم افسوس میخورم که چه بگویم. میگفتیم طاغوت دیگه، نون سنگک 6000 بود، 7000 بود، حالا مردمی که میرن نون سنگک 1000 تومانی میخرن، من نمیدونم چی فقط میتونم بهشون بگم. هیچ حرفی برای گفتن ندارم. بله آقای سازگار، ببینید این یه سال میلادی گذشته دولت آقای روحانی چه کاری کرد برای حداقل جلوگیری از ادامه چنین فسادی؟ آقای اسحاق جهانگیری معاون ایشون میگه که کشور ته دره بود، ما 10 پله آوردیمش بالا. این کشور که همینطوری یه روزه نرفت ته دره. 8 سال این بابا احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد یا هر کی دار دسته ایشون رئیس جمهور بودن قبل از آقای روحانی. خب میدیدن داره کشور میره، اگه راست میگن ته دره، یا به گفته آقای موسوی غرق در فساد میشه، حالا ایشون میگه انقلاب هم غرق در فساد شد. ولی خب چه کردن آقای روحانی منصفانه؟ والا به نظر من هیچی آقای چالنگی. من تعجب میکنم آقای جهانگیری گفتن 10 پله آوردیم بالا، این 10 پله رو خوب نشون بدن. ببینید خیلی روشنه،
وقتی که اقتصاد دولت سالار باشه، یعنی رقابت بخش خصوصی درش نباشه و بیاد سرنوشت سرمایه های کشور در دست حکومت قرار بگیره، اولین زمینه فساد فراهم میشه. آقای رئیس سازمان مالیاتی کشور در هفته گذشته عنوان کرد که 40% اقتصاد کشور خارج از مالیات، از مالیات معافه، یعنی ارگانهای زیر نظر رهبر و خود شخص ایشون و دفترش 40% اقتصاد کشور رو تشکیل میده. من تصور نمی کنم هیچ یک از دیکتاتورهای فاسد تاریخ این مقدار کنترل منابع اقتصادی رو در انحصار خودشون درآورده باشن. این اولین مسئله است که فساد ایجاد میکنه. وقتی شوروی سقوط کرد 70 سال بود که مالکیت خصوصی ظاهرا ملغا شده بود و هیچ کس نباید مالک چیزی می بود در حکومت کمونیستی، ولی به دلیل اقتصاد دولت سالار شوروی بیش از 60 نفر میلیاردر داشت فقط فردای سقوط، تا همین امروز که باندهای فساد، یکیش هم باند فساد آقای پوتین، در رأس قدرت هست. اتفاق دومی که فساد رو کمک میکنه آقای چالنگی، مسئله انحصار قدرت سیاسی است که اجازه نمیده احزاب رقیب، مطبوعات آزاد حضور داشته باشند. در نتیجه وقتی که یک کسی که صاحب قدرت دست دراز میکنه به منابع اقتصادی و فساد ایجاد میکنه، این فرد از چیزی نمیترسه، نه از حزب رقیبی، نه از مطبوعات آزادی، نه از نظارت مردم، در نتیجه چیزی جلو دارش نیست. موضوع سومی که فساد رو ایجاد میکنه مسئله قوانینه. قوانین لازمه. اقتصاد آزاد، بازار سالار، فری مارکت در واقع و لیبرالایز شده، خودش در درون خودش قوانین لازم و هم وقتی که دولت ها تنظیم میکنن به بهترین نحو ممکن بازار رو تنظیم میکنه، جلوی فساد رو میگیره. ولی وقتی که شما انحصار منابع ثروت و قدرت به وجود اومد، قوانین لازم هم نبود، اون وقت آشفتگی ایجاد میشه که از قدیم هم گفتن دوست پی بازار آشفته میگرده. ببینید، آقای مهندس موسوی بسیار حرف درستی زدن، اما با نهایت احترام خدمت ایشون هم من باید عرض بکنم که علارغم این که خود آقای مهندس موسوی بسیار فرد سلامت، سالم و شریف و نجیبی هستند، ولی در دولت ایشون با وجودی که هنوز به اصطلاح فضای جنگ بود، فضای انقلاب بود، فداکاری، ایثار و غیره، به دلیل قوانین نامناسب، به دلیل چند نرخ شدن ارز که در انتهای دولت ایشون ارز 18 تا نرخ داشت، به همین دلیل ساده در واقع و دولت سالار بودن اقتصاد، فساد ایجاد شده بود. فساد گسترده هم ایجاد شده بود، یعنی کسانی به راحتی می توانستند پدیده شوم آربیتراژ در اقتصاد رو استفاده کنند، از نرخ دولتی دلار 7 تومانی سهمیه بگیرن، به دلار آزاد بفروشن و امثال هم. در کشور ما به هر صورت این روند به دلیل ملی کردن های سوسیالیست مزاجی های همراه انقلاب که متولد شد و انحصار ثروت و قدرت از فردای پیروزی انقلاب حرکت کرد، اومد، بدتر شد و در دوره آقای خامنه‌ای و به خصوص شخص آقای احمدی نژاد که ایشون سازمان برنامه رو منحل کرد، نظارت ها رو برداشت، قوانین رو به هم زد، همون دستگاه بروکراسی نصف نیمه لنگ لنگانی هم که در کشور بود، نظارت هایی هم که بود رو آشفته تر کرد. نتیجهش این که سازمان های مختلف، خود آقای خامنه‌ای یه قلم 95 میلیارد دلار فقط سرمایه یه مؤسسشه، سپاه پاسداران با اسلحه و دستبند وارد اقتصاد شده یه جای دیگه است،
و مقابله با این برنامه میخواد که باید اموال رو گرفت به مردم واگذار کرد، قوانین رو عوض کرد، انحصارات رو برداشت، آزادی سیاسی ایجاد کرد و نه. آقای روحانی در یک سال گذشته هیچ کدوم از این کارها نکرد. آقای سازگار خیلی مختصر، شما شرکت در دوره آقای خامنه ای و بعد آقای احمدی نژاد، منظورتون دوره ریاست جمهوری آقای خامنه ای هست؟ اگر این هست نه خیلی دوره رهبری ایشون بود. رهبری ایشون. چون دوره ریاست جمهوری ریاست جمهوری جای رفسنجانی هم هست که خودش یکی از سرچشمه. بله بله اشتباهات پی در پی که بدتر کرد کار. ولی دوره رهبری ایشون برای اینکه ایشون منابع اقتصادی زیادی در کنترل شخص خودش گرفته. یعنی این فساد ادامه داشته. آقای نوری زاده ببینید، آقای سازگار شرکت دولت آقای میرحسین موسوی، اما پیش از حتی دولت آقای میرحسین موسوی، از فردای انقلاب اقدامی در ایران شروع شد، آغاز شد که فقط، من این لفظ رو بسیاری به کار بردن، عمل کردین حکومت برای حکومت بعد از انقلاب عملا غیر از اشغالگران در طول تاریخ انجام نداد، یعنی مصادره اموال مردم، مصادره صنایع ایران، مصادره آنچه که در ایران طی بیش از 50 سال ساخته شده بود، با حکم این ملای شیعه، اون ملای شیعه، چشم بستن بقیه آقایون انقلابی هم از کمونیست های حزب توده و فدایی گرفته تا مذهبیون در نهضت آقای بازرگان و بقیه بر این مسائل و کسانی هم که از خارج اومده. آیا همین ها زیربنای فسادی نشد که تا به امروز به اینجا کشید؟ 100% هم باعث از هم پاشیده شدن اقتصاد و صنعت مملکت شد، هم فساد رو ایجاد کرد. یه شاگرد سهام فروشی که رفت ایران ناسیونال رو دادن دستش، معلومه نتیجه چی میشه. ببینید آقای چالنگی، من براتون بگم، واقعا چون نیک بنگری همه تصویر میکنه. چند روز قبل یه سندی دست من اومد، تو برنامه پخش کردم، آقای علیزاده قائم مقام آقای جنتی در شورای نگهبان عضو حقوقدان، 2 ماه مونده به انتخابات، آقای بزرگپاش مدیر سایپا و رفیق آقای احمدی نژاد و اسفندیار رئیس مشاهی قراردادی باش بسته، 5.5 میلیارد تومان مفت بهش داده، حالا به اسم اینکه بره چکاشو پس بگیره، و این قانوناً عضو شورای نگهبان نمیتونه کار حقوقی خارج شورا قبول بکنه، قبول کرده، بعدم اومده تقلب کرده. دنبال این میرم، میرسم به میرکاظمی که وزیر نفت شده، بعد رفته توی مجلس رئیس کمیسیون شده، نگاه میکنم اینم آقای میرکاظمی همون موقعی که وزیر نفت بوده موجد یک برنامه گسترده فسادی شده که عین 2.4% مت امدادی، بعد اومده تحویل داده به رستم قاسمی. ببینید همه اینا دوز از اول انقلاب، من اون روزی یادم نمیره که خلخالی تو مجلس شورای ملی نشسته بود که تبدیل شده بود به مرکز کمیته مرکزی، آقای مهدوی کنی اونجا بود، اخویشون آقای باقری کنی پدر داماد آقای خامنه ای اونم نشسته بود اونجا و مشغول رتق و فتق. آقای خلخالی اومده بود فرشای مجلس رو جمع کرده بود میبرد، هیچکی نمیپرسید آقا اینا رو کجا داری میبری؟ یه آخوند مهدوی بود اومد پرسید آشق اینا رو کجا میبری؟ اینا مال بیت الماله. گفت نه من میبرم جای دیگه حفظش کنم. تمام اون فرشای نفیس مجلس رفت. آقای هادی غفاری غارت کرد، دزدی کرد. از اون اول ما با یه مش دوست طرف بودیم که با عمامه و عبا به دروغ به مردم خودشون رو کسی دیگه ظاهر کرده بودن. و بعد یه روزی آقای قرائتی رئیس سواد آموزی، ببینید مملکت ما چه شده که جای اسفندیاری ها و رجبی ها و فرخ رو پارسا ها مسئول سواد آموزی اون باید قرائتی بشه، این اومد گفت آقا 5 تومن به آخوند میدی میتونی ازش بگیری که حالا مملکت رو دادیم پس بگیریم؟ این واقعیت رو گفت. اینا مملکت رو یک چیز قارتی میدونه. تمام قاضیانی که به کشور ما حمله کردن، اینا دیگه نیومدن اموال مردم رو بگیرن مصادره کنن. حاکم عوض شده، یکی دیگه جاش اومده، یه در رو کشته، بعد دیگه تموم شد. و حالا غیر از شاه اسماعیل صفوی که
از کشت پشت ساخت، ولی بقیه اومدن یه عده رو کشتن و بعدم مملکت آروم گرفته به سوی یه آرامشی رفته، مگه در دوران هرج و مرج؟ ولی این دوره بدترین دوره است، چون اگر یه آدم درستکار و صادقی هم پیدا بشه، یا جاش تو زندانه یا مملکت رو ترک کرده. شما نگاه کنین الان چقدر از مسئولان همین حکومت در زندانن، برای اینکه این آدم های با شرفی بودن. عبدالله نوری خونه نشینه. هر کدوم از اینا نگاه میکنید، اگر دستشون کج نبود، اگر جنایتکار نبودن، خونه نشینن یا در زندانن یا مجبور به ترک وطن شدن. خب اشاره کردیم به تصویر و ریا آقای نوری زاده. قطعا شما خبر دارید کسانی مثل آقای محمد جواد ظریف، بله، عرض کنم خدمتون، کت و شلواری که ایشون پوشیده بود چیزی حدود نزدیک به 4000 دلار قیمتش میشه، اما ساخت ایتالیا، اما کفشو برای ریاکاری که شده از یزد، کفاشی در یزد، با این اطمینان که حتما گوش چرمی است که ذبح حلال شده مباد. یعنی این متاسفانه که بنده جزئیات این خبر رو، سند رو و خبرهای اینچنین رو تصمیم دارم حتما در آینده به مرور همه اینا رو در اختیار مردم ایران حتما بگذارم. عرض کنم خدمتون آقای سازگارای گرامی، ببینید سپاه پاسداران ایران، بحث شما وارد نمیشیم که عرض کنم چه نقشی داشته در شکست در جنگ، اگر اسمشو بذاریم شکست و اگر اسمشو نذاریم پیروزی، هر اسمی برش بذاریم 8 سال. اولا این سپاه چه گلی بر سر مردم ایران زد که این همه سردار داره. یعنی من ارتش آمریکا این همه جنرال نداره که سپاه پاسداران ایران در هر گوشه و کنار سردار کوسری، سردار فلان در مجلس، اون یکی سردار، این یکی سردار در اینجا اونجا. این سپاه پاسداران چه نقشی مشخصا در فساد در ایران داره؟ والا این سپاه روز اول، اگر برگردید شما اساسنامه روز اولش رو نگاه کنید، قرار بوده یه ارگان کوچیکی باشه، مردم رو در زمان حمله خارجی به کشور بسیج بکنه برای دفاع از کشور، مثل ارتش، یک ارتش مردمی در کنار ارتش کلاسیک کشور، در زمان صلح هم در خدمت دفاع غیر نظامی باشه، زلزله میاد، سیلی میاد، کمک بکنه، پاره ای از کارهایی که مثلا گارد ملی امریکا میکنه. اما یه چیزی داشته مثل پدافند ملی که پیش از انقلاب مثلا هم بله مثلا. یک همچین ایده ای که مردم رو، چون خطر حمله خارجی وجود داشت که خوب اتفاق هم افتاد، جنگ درگیر شد، باید یک همچین نقشی بازی میکرد. اما حضرات در زمان جنگ آمدند اولین انحراف سپاه رو شروع کردند، تبدیلش کردند به یک ارتش کلاسیک، نیروی زمینی، دریایی، هوایی، بعدم چنگ انداختن 6.5 سال دست کم دست کم همین آقایونی که الان طلبکار کشور هستند بیخردانه رفتن، آقای رفسنجانی رو قانع کردن، ایشون هم رفت، آقای خمینی رو قانع کرد و جنگ رو ادامه دادند که به نظر من بیشتر از هر چیزی باعث شد امپراتوری سپاه گسترش پیدا کنه. و بعد از جنگ اومدن خدمت در زمان جنگ رو 1 سالش رو 2 سال حساب کردن، یا برای مجروحین و غیره اومدن یک جوانی که 30 سالش بود یه مرتبه صاحب مثلا 25 سال سابقه خدمت شد و در نتیجه درجه دادن. سپاهی که اصلا قرار نبود درجه داشته باشه تبدیل کردن به درجه بندی، یک عالمه به قول شما تیمسار تولید شد، سردار تولید شد که معروف شدن به تیمسارهای کیلویی بعد از جنگ. و این حضرات تیمسار کیلویی در زمان بعد از جنگ که به نظر من تعدادی از اینها باید به دلیل تمام ندانم کاری هایی که در جنگ کردن، تمام فسادهایی که کردن باید محاکمه میشن، که آقای رفسنجانی اخیراً افشا کرد که قرار بوده تعدادشون مثل این آقای رحیم صفوی و غیره رو محاکمه و اعدام بکنن، ایشون نگذاشته. و
به نظر من خودش نباید هم میذاشته، برای اینکه خود ایشون به گفته آقای منتظری تلفنی فرماندهی جنگ رو گرفته. دقیقا خود ایشون باید توضیح میداده که آقا بالاخره مثلا اون عملیات بیخردانه فاو رو که هر نظامی میگفت آقا این نمیشه همچین، یا تصور فتح بصره رو که امکانات نظامیش موجود نبود، یا ده ها عملیات دیگر رو باید پاسخ میدادن. بعد از جنگ در دوره دولت آقای رفسنجانی انحراف بزرگ دوم پیدا شد و اون این بود که آمدن گفتن میشود سپاه وارد فعالیت اقتصادی بشه. البته انحراف سپاه هم در دوره آقای خاتمی به دستور آقای خامنه‌ای به وجود اومد که سپاه رو وارد سیاست کرد برای اینکه با اصلاح طلبا مقابله بکنه با نارضایتی های مردم، و رسید سپاه به اینجایی که امروز هست، یعنی عجیب و غریب ترین سازمان دنیا که از قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و سکس ترافیک دست داره تا پروژه هسته‌ای، از مجلس حضور داره تا عرض شود انتخابات، از رئیس جمهور دخالت میکنه تا پروژه های نفتی، از کارخونه تراکتورسازی رو مالک شده تا ده ها بانک و مؤسسه اقتصادی، و این سازمان عریض و طویل و فاسد چندین هزار شرکت در اطرافش درست کرده. بعد چون ارگان سرکوبگری هم هست، مثلا فرض کنید الان شرکت واگن پارس 8 روز 9 روز اعتصابه، نماینده کارگرها رو اخراج کردن، شورای تامین استان، استاندار، فرماندار همه دخالت کردن آقا این نماینده کارگرها رو برگردونید، اما چون سهام اصلی کارخونه به قرارگاه خاتم الاوصیا تعلق داره که یکی از سابسیدری ها و زیر مجموعه های قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه هست، گردن کلفتی میکنه زیر بار نمیره. یعنی نقش عمده‌ای داره در این فساد یا نه؟ همون مظلومیتی است که از سرمنشه‌های فساده آقای چالنگی. اساسا اجازه بدید من این نکته را عرض کنم، شما امروزه هر کسی بخواهد تحلیل و درک درستی از حوادث سیاسی کشور، دستبندی‌ها، موافق و مخالف شدن‌ها داشته باشه، حتما باید در کنارش یک چارت روشنی سعی کنه ترسیم کنه، پشتش مسائل پولی و فساد رو نگاه کنه. چون خیلی از نعره هایی که این آقایون میزنن در مجلس، در بیرون از مجلس، در صدها نشریه و سایت و خبرگزاری که درست کردن، پشتش مسئله فلان پروژه نفتی خوابیده، فلان شرکتشون خوابیده، فلان فساد و ده ها مسئله مالی دیگه که حاصلش میشه ظاهرا سینه چاک کردن برای مردم و قدر کشیدن در عرصه سیاست. آقای سازگاره تهمت میزنید، اینا نعرهاییست که بیشتر برای معنویات مردم زده میشه یا ابرقدرت معنوی منطقه، مگر فساد دوچار میشه که بله کاملا روشن است. در خارج از ایران خیلی تحقیقات خوبی پاره ای از جوانها دارن میکنن، دونه دونه این سردارای میلیاردر رو دارن پیدا میکنن و معرفی میکنن. حالا یکیشون آقای بابک زنجانی است که به پشتوانه سپاه بر اومد، چون رسوا شده حالا گرفتن یه گوشه گذاشتن. هم اعتراف میکنن که ده ها بابک زنجانی حضور داره. لیست بدهکاران بانکی رو قرار بود منتشر بکنن که بزرگترینش سرداران سپاه هستن، بیش از 75 هزار میلیارد تومان پول بانک رو فقط خوردن. بسیار. من فقط چند نکته رو خیلی سریع بگم و بگذاریم. یکی این که در کشور ایران به هر حال این اون چه که آقای سازگارا اشاره کرد پیش از انقلاب وجود داشت، و اما در ایران ارتش قدرتمندی وجود داشت که برآمدن سپاه عملا به قیمت از کار انداختن و نابود کردن و ویران کردن چون این ارتشی منجر شد به چون این قیمتی، چه دستهایی، چه سیاستهای منطقه‌ای، بین المللی یا داخلی یا هر چی که بود رهبران انقلابی داشتن برای نابودی ارتش. من شخصا گواهی میدم و بچه های دیگه هستن در تلویزیون ملی ایران که به تصرف انقلاب در اومد، در جلسات اولیه برای پوشش دادن به جنگ ایران و عراق، همین آقای کمال خرازی وزیر خارجه بعدی که اون موقع سرپرست خبرگزاری پارس بود و مسئول تبلیغات جنگ، و آقای فخرالدین انوار و آقای محمد بهشتی که
از اصلاح طلبان هستم، اینا طرف بودن، ما را به هیچ وجه قبول نداشتن نمایندگان کارگردانان، اما از موارد ناچاری بود که خواستن که چیکار بکنن. صراحتا به ما گفته شد کارگردانانی به جبهه اعزام میشن که نشون بدن ارتش نه تنها کاری نمیکنه بلکه مزاحم هست برای برادران سپاه پاسداران. این خواستی بود که از ما خواسته شد. بچه های کارگردانان اون زمان در گروه کارگردانان فیلم تلویزیون شاهد هستند، کسانی که امروز فیلمسازهای مشهوری هم هستند، از خانم رخشان بنی اعتماد و بقیه که در چنین جلسه البته نبودن ولی ما به اطلاعشون رسوندیم، و تنها کسانی به جبهه اعزام شدن که یا عضو حزب توده بودن و یا هواداران حزب توده. در حدود 70 خورده چند نفری که ما بودیم کارگردانان، 5-6 نفر شاید کمی بیشتر هواداران و اعضای حزب توده بود که اینها به اعزام شدن. از جمله یکی بود که تحصیلاتش در ایتالیا بود، من نام نمیبرم. آقای نوری‌زاده عزیز در همین زمینه واقعا نقش این سپاه این مردمان خدا ترس، رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران، آدمی مثل فیروزآبادی که انقلاب این بابا را هم آورد و گذاشت جای کسانی که شما و بسیاری از بینندگان ما میدونن، آقای شمخانی و بقیهشون، نقش اینها رو در این وضعیت در غارت سفره مردم ایران شما چطور ارزیابی میکنید؟ به ندای چالنگی، ابو شریف که اولین فرمانده سپاه بود، اگه عباس زمانی یادتونه، این در پاکستان تو یکی از این مسجدها یه اتاقی اونجا بهش دادن، یه موقعی با گروه های مجاهد افغانی بود، بعدم که دیگه با گلبدین حکمتیار بود و بعد جدا شد. حالا امیدواره که دولت افغانستان بذارن بره اونجا یه شغلی بهش بدن. ریش انبو و حنا زده، یک قیافه شده که از آدم میترسه ببینتش. به هر حال این در یه سفری که اومده بود به ایران باشم مصاحبه کردن، بعد گفته بود که میگفت که وقتی اومده و این سران سپاه رو دیده وحشت کرده و رفته توبه کرده به درگاه خودش که ما چجوری اومدیم این قوم و ظالمین رو به جون مردم انداختیم. غرض اینه که این آقایون، اگه شما یادتون باشه اون اول انقلاب، این آقای محسن رضایی و حاج مرتضی رضایی، دونه دونه شون اینا که اومدن، کلاه دوز بقیه، اینا خودشون رو انسانهای فداکار، ایثارگر، عاشق ملت قلمداد میکردن و با ارتشی ها درگیر بودن که شما تشریفاتی هستید، شما یونیفرم شیک میپوشید، با دمپایی و نعلین میرفتن تو جبهه، در حالی که خب این خلاف همه نظم جنگ بود. این آقایون امروز رو هر کدوم انگوش میذارید ثروتهای عجیب غریب، یعنی من نمیتونم بگم در تمام دوران محمد رضا شاه یک دونه از نظامیان ما اینقدر ثروت داشته، اصلا محال همچی چیزی، اصلا محال اون نظامیان شرافتمند رو متهم بکنیم به اینکه مثل اینا پول داشتن. اگه دوتا فاسد هم توشون بودن خود دستگاه رسواشون میکرد، ولی اینا فساد در یه ابعاد عجیب غریبه. یعنی شما میبینید یک آدمی که در روستای کرمان بنا بوده، بعد اومده شده قاسم سلیمانی، همین آقای قاسم سلیمانی خدا رو بنده نیست و در چند جا چه پولایی داره چه امکاناتی در اختیارشه، و محسن چیزدری معاونش که یه دونه بازش نجار بوده، این اومده امروز به کجا رسیده؟ شاهد سوهان فروش بوده اومده شده جنرال. عباس مختار، بله آقای نوری‌زاده، اشاره چون کردید به تیمسارهای زمان پیش از انقلاب، من فقط همینطور میگم، خود شما میدونید، اینجا دیدید در ساختمانی که من اینجا زندگی میکنم، یکی از امیران بسیارش امیران شریف و تحصیل کرده ارتش پیش از انقلاب در آپارتمان دو اتاقه زندگی. آقای چالنگی چند نفرشون رو دیدیم اونجا رانندگی تاکسی میکنن؟ بله. در سنین بالا متاسفانه آدم اینو میبینه. بله، اون آدم های با شرفی بودن، میگفتن طاقوتی هن. این یاقوتی ها اومدن برای ما نشون دادن تحصیل کرده بودن. بله، همه شما تحصیل کرده بودن، مثل اینا شاگرد و شخصاز نبودن که همه مدرک قلابی جور بکنن و وقتی حرف میزنن آدم میفهمه که میزان تحصیل اینا چیه.
سردار سلامی، بله ما در همه جهان ارتش درست کردیم. اینا همشون هم پهلوان پنبن، یعنی یادتون باشه اگه یه روزی یک خدای نکرده جنگی بشه اینا سوراخ موش رو بی 2 میلیارد میخرن. اینا همشون هم پهلوان پنبه ها هستن. تو جنگ ایران و عراق هم نشون داده شد اون ارتش بود که با دلاوری رفت جنگید، اون سپاهی بود که آلوده این آدم ها نشده بود و آلوده مسائل اقتصادی رشته بود. بله اون سپاه رفت کلاهدوز رفت کشته شد، باقری کشته شد، اون سپاه بود. آخرانش هم سردار کاظمی اینا رو تو هوا کشتن. منظورم اینه آنچه باقی مونده متاسفانه اون افراد شرافتمند سپاه، اونا هم خون میخوره دلشون ولی کاری نمیتونن بکنن. تو شهرک شهید ملاتی در وضع بدی زندگی میکنن، اما سردارانشون ماشاءالله رستم قاسمی دیگه اصلا نمیدونه چجوری بالا بکشه، یعنی مسئول تجارت با عراق و سوریه هم شده دیگه خدا میدونه چقدر. و آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی نشسته نظاره میکنه، نمیدونم وا تو تای دلش وجدانن ناراحت نمیشه، افسرده نمیشه، فیلم سیستان رو میبینه که اشک از چشم آدم میاره بیرون که یک استان زرخیزمون رو به چه روزی اینا انداختن، دریاچه های پر ماهی حالا چی شده، ریگستان شده. خب دیگه چه بگویه دادم. بله بله و از جمله نمیبینن که بانوی سیستانی آگهی به دیوار چسبانده بود از سه فرزند خود یکی رو میفروشت برای زنده ماندن دو کودک دیگه و اداره سفره ای که هیچ چیز بر اون نیست و آنچه که بود سر از حساب سرداران بیشمار سپاه و بقیه باندهای اقتصادی جمهوری اسلامی در آقای سازگارا. آقای چالنگی من اینجا دوست دارم انگشت بذارم روی این نکته که این ماجراجویی هایی که این حضرات در سطح ایران و سطح منطقه می کنند. با افتخار جانشین فرمانده کل سپاه میگه ما نیروی مثل حزب الله لبنان درست کردیم در سوریه، در عراق، در یمن، در غیره، یعنی سازمان های دوگانه سیاسی تروریستی که به زور اسلحه در واقع وارد سیاست این کشورها بشن و خدا میدونه میلیاردها دلار پول کشور رو چگونه هدر میدن برای این ماجراجویی‌ها در منطقه که اسمش هم هست آخرش مقابله با اسرائیل که معلوم نیست ما چه دشمنی باید داشته باشیم. 1000 کیلومتر این طرفتر با اسرائیل و دعوای فلسطینی ها و اسرائیلی ها که خودشون آدم های حسابیشون مثل محمود عباس و غیره سال هاست رسیدن به مدل دو دولت با هم دارن حرف میزنن و باید این همه منابع کشور رو اتلاف کنیم، مملکت رو به کام تحریم و مشکل و اختلاف و تهدیدهای بین المللی ببریم، اون وقت این آقایون اگر راست میگن قرارداد هویدا شفیق در مورد آب هیرمند امضا شده به سال 1350 در مورد سد کجکی که افغانستان روی رودخونه هیرمند زده قراردادی است بسیار روشن. من دانشگاه هاروارد که بودم روی این قراردادها یک سال کار میکردم. قراردادی است بسیار روشن، بسیار منطقی. خلاصش هم این است که نیمی از آب رو افغانستان باید آزاد کنه بیاد به خاک ایران که دریاچه هامون خشک نشه و سیستان ما که سرزمین رستم هستش و قرنها کشاورزی داشته، انبار قله کشور بوده، اون سیراب بشه، بیش از 1000 روستا بتونن زندگی کنن، اقتصاد کشاورزیشون رو به پیش ببرن. آقایون اگر به جای این همه ماجراجویی و هارت و پورت و ادعا آب هیرمند رو از افغانستان بگیرن، به جای اینکه پول بدن، اسلحه بدن به حکمتیار، به طالبان، اونجا آشفتگی درست کنن، جنگ درست کنن، از دولت قانونی افغانستان فشار بگذارن آب هیرمند رو برابر قرارداد امضا شده رها کنه بیاد این طرف، هموطنش سیستانی ما این طور با فقر دست و پنجه رفت. آقای سازگار، آب هیرمند پیشکش دریاچه رضایی خشک شد، آب
زاینده رود که دیگه دست افغان ها نبود. اونها بیخردی، من مرادم اونها بیخردی های داخلی است. به قول یکی از این روزنامه نگارهای ما نوشته بود، من نمیدونم این صد تو کشور چه کوفتیه که وقتی قراره بسازن هیچی جلوشو نمیگیره. بسیاری از این صدا، من میتونم خدمت این دوست روزنامه نگارمون بگم، خیلی از این صدا پشتش قراردادهای بزرگی است که اتفاقا اونها رو هم همین سپاه دست گذاشته، از وزارت نیرو گرفته. کار بیرویه، مدیریت منابع آب در داخل کشور یک چیز دیگه است. ولی من مرادم این بحث حضراته که شاخشونه میکشن. اگر راست میگن قرارداد 1975 الجزایر رو بین ما و عراق از این دولت عراق امضا بگیرن که محترم میدونه، چیزی که صدام پاره کرد، به ما حمله کرد، اون قراردادها هنوز لنگش روی هواست. قرارداد با استالین رو که 1940 امضا شده بر سر دریای خزر به اجرا در بیارن که اینطور وسعتی بزرگتر از استان اصفهان از ایران جدا شده در دریای خزر، صداش هم در نمیارن. خب قرارداد بر سر سه جزیره رو به اجرا بکنن که امارات برای ما شاخشونه نکشه. بسیار هستن قراردادهایی که اشاره میکنه همه مربوط به پیش از انقلاب است. اما یک نکته برای روشن شدن، برخی بینندگان شاید کنجکاو باشن، این نکاتی رو که شما اشاره کردین در هاروارد بهش رسیدین بعد از انقلاب هست نیست؟ بعد من یک سالی که، چون من تخصصم که نه حقوق نه حقوق بین الملله، ولی یک سالی که در دانشگاه هاروارد به عنوان محقق میهمان بودم، روی کانفلیکت ها و تضادهای ایران با همسایگانش چون کار میکردم و یه پروژه مطالعاتی بود، قراردادهای مختلف رو که از دریای خزر از زمان لنین و استالین بسته شده تا آب هیرمند، آب اینا رو مطالعه میکردم. از این جهت مطرح کردیم چون ممکن برخی از بینندگان بگن شما اینا رو میدونستین و بعد انقلاب کردید. آخه من سنم اختزانم که رشتم هم حقوق نبوده، یک سال چون دانشکده حقوق بودم روی این به اصطلاح تبعات سیاسیش و اینها کار میکردم، کار مطالعاتی میکرد. آقای چالنگی، مسئله این نیست، خودمونه دارم، مسئله نیست، مسئله خیلی از ما هم که میدونستیم کاری نکردیم. ببینید یک بیماری طبیعی بود، این جامعه ما دوچارش شد، هزینه‌اش هم داره میده. این قراردادی که آقای دکتر سازگارا میده حتی چیزی است که باز هنوز علم قبول نداره، میگه اون شب تا صبح خوابم نبرد، در حالی که این قرارداد چه امتیازاتی برای ایران داره. اما علم چون تعصب داره رو خاکش، روی خانه پدریش، میگه این قراردادم حقوق ما رو تامین نمیکنه. ولی الان شما اشاره به قرارداد الجزیره کردید 1975، آقای طالبانی رئیس جمهوری عراق، سابق عراق و الان هم دوست نزدیک جمهوری اسلامی، رسما گفت این قرارداد قبول نداره. و الان در دولت عراق هیچ کدومشون نمیگن ما این را قبول داریم. چون ببینید الان عملا حاکمیت ایران بر شط العرب مختوش شده و خیلی از نکات دیگه که توی این قرارداد بوده، ما هنوز مرزمون با عراق بر پایه قرارداد الجزیره هنوز علامت گذاری نشده. آقای نوری زاده، آنچه که در مورد عراق انجام داد حکومت ایران، به هر حال نتایجش کاملا روشن هست، جنگ 8 ساله است و پس از اون جاپایی که در عراق پیدا کرده، نه به خاطر جنگ، به خاطر آنچه که به قول سعود الفیصل وزیر خارجه آمریکا، ببخشید وزیر خارجه عربستان، آمریکا عراق رو در یک سینی نقره‌ای عملا تحویل جمهوری اسلامی داد با آمدن روی کار نوری المالکی، و اون طرفتر در یمن، اون طرفتر در مسئله فلسطین، در جنوب لبنان حزب الله، گزارش جروزالم پست رو حتما خبر دارید، و بقیه جاها. این مجموعه سیاست ها رو خیلی ها معتقد هستن که جمهوری اسلامی مرزهای بحران داخلی رو برده بیرون از خودش. اونجا ببینید خیلی طبیعی، جمهوری اسلامی از ابتدا با دست دیگران جنگاشو انجام داده، یعنی دیگران براش جنگیدن، مزدور داشته، مزدورا براش جنگیدن. در لبنان خودش جرأت جنگیدن با اسرائیل که نداره که، در نتیجه حزب الله رو داده، مثل رژیم سوریه، اونم مثل جمهوری اسلامیه.
اونم جولانش هنوز در اشغال اسرائیل، یه گلوله تارا برای آزادیش رها نکرده، ولی مردم بدبخت رو میفرسته برن کشته بشن از لبنان و از فلسطین. این ماجراجویی های رژیم گفت ای کاش در نهایت یه ارزشی برای منافع ملی ما داشت، میگفتیم ایران ابرقدرت منطقه شده. اما شما برای اینکه تبدیل به ابرقدرت منطقه بشید باید در قلوب مردم جا داشته باشید، مردم باید شما رو دوست داشته باشن. یه زمانی که عرب ها عبدالناصر رو دوست داشتن آماده بودن عبدالناصر صدا بزنه بریزن تو خیابونا، ولی الان جمهوری اسلامی فقط برای مزدوراش محبوبه. در یمن الان مردم بیزارن از این حوثی ها در اتفاقی که داره میفته و رژیم داره از اینا حمایت میکنه، به جای اینکه کفش براشون بفرسته بیمارستان درست کنه بمب و گلوله و تانک کنه میدونم موشک میفرسته. همین وضع توی غزه، غزه نیاز به مرهم داره، به دارو داره، به آموزشگاه داره، ولی جمهوری اسلامی موشک فجر میفرسته. تو جنوب لبنان رو با میلیاردها دلار دوباره ساختن، فردا اسرائیل میاد ویران میکنه، خب مهم نیست، صورت حسابو که جمهوری ولد فقیه میده. متاسفانه ببینید شما وقتی نگاه میکنید در منطقه میبینید که این نفوذ نیست که جمهوری اسلامی به دست آورده، این به نفع مصالح ملی ما نیست. وقتی نیمی از مردم عراق سنی ها متنفرن از این رژیم و در جمع شیعه ها هم بسیاری با این رژیم مخالفن، این نفوذ نشد. در حاشیه خلیج فارس وقتی نگاه میکنی همه حالت دشمنی با این رژیم دارن به خاطر عمل کردش. آقا چیکار داری تو بحرین مداخله میکنی؟ پادشاهش اومد کشور رو مشروطه کرد، شیعیان رفتن تو انتخابات شرکت کردن، 18 تا نماینده داشتن تقریبا با سنی ها مساوی. آقای علی سلمان یه دفعه فیلش یاد هندوسا کرد، خواست خمینی بحرین بشه، خب نمیذارن. یه کشور کوچیکی که هم میخانه داره، هم مسجد، هم حسینیه داره، هم کنیسه، و سفیرش هم تو آمریکا یک بانوی یهودی است. این کشور میگه من میخوام این ترکیبمو حفظ کنم، نمیخوام عمامه سر حکومتم بذارم، ولی جمهوری ولایت فقیه نمیذاره. در هر جا دست اینا در اونجا هست که بریده باد این دست، همه جا رو آلوده کرده و من و شما ایرانی هزینهشو میدیم. هزینهشو اون کارگر بدبخت میگه تو کویت و تو اماراته، اونی میدی که توی بحرینه، این هزینهشو میپردازن. هزینهشو زائر ایرانی میده که میره عتبات عالیات. آقای سازگار به طور کوتاه بفرمایید، سیاست غرب ستیزی که همچنان ادامه داره، در سال گذشته همچنان بود، چه سودی برای ایران و مردمش داره؟ هیچی. ببینید در واقع انقلاب اسلامی و دولت برآمده از اون با در 35-6 سال گذشته اگر شما خلاصه بکنید سیاست خارجیش رو، روی سه تا محور میشه تمام دوری و نزدیکی ها و حرکات این سیاست خارجی رو دستبندی کرد. یک، ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی که به برابر تئوری که ارائه میکنن مسئله صدور انقلاب، نمیدونم هلال شیعه و همه این ماجراجویی هایی که هست و قربانی کردن منافع ملی در پای اون. دو، امریکا ستیزی که قدر هم وسیع تر هستش، در واقع غرب ستیزی یک کمی هم حتی از این هم وسیع تر، مقابله با تمام دنیای مدرن که از رنسانس به این ور شکل گرفته و پشت به دنیای مدرن کردن و ادعای به اصطلاح به چالش کشیدن تمام دستاوردهای دنیای مدرن. و سه، اسرائیل ستیزی، اون هم به شکل دفاع از گروه های تروریست و تندرو و بعضا فاسدی مثل حماس و غیره. تمام منافع ملی ما با این سه محور در واقع در که نصب العین سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده قربانی شده در بسیاری زمینه. اون وقت شما نگاه کنید جایگاه ما در تجارت جهانی، سهم ما کمتر از 0.5% از تجارت جهانی است. امروز آقای چالنگی روزی نیست که نظامیگری تعیین کننده قدرت باشه. امروزه در عصر جهانی شدن قدرت هر کشور
در گرو قدرت ملتشه و قدرت ملت‌ها در گرو مشارکت اونها در فرایند جهانی تولید ثروت و تولید فرهنگ، تولید دانشه. ما ببینیم سهممون در این دوتا در دنیا چقدره. ما قوی تریم یا کره جنوبی، ما قوی تریم الان یا مالزی، ما در دنیا جای بهتری داریم یا کشورهایی که دانشگاه‌های معتبر دارند، در با دنیا ارتباط دارند. این دانش رو آقای چالنگی کشیدن به یه مش حقوق بازی، یه سلسله که داده هرچی استاد دانشگاه است در اومده، مقالات قلابی که از همدیگه هی نقل قول کنن، چون فهمیدن این سایتیشن رو نقل قول کردن به اصطلاح یه درصدی از پیشرفت علمی. و آقای خامنه ای تصورش این است که پشت در بسته میشه با دنیا بی ارتباط باشی، فوش بدی، بعد یوهو مثلا یه معجزه علمی اتفاق بیفته. 4000 سال، 10000 سال علم یه پدیده جهانی است که با ارتباط رشد میکنه. اون وقت و امثال هم، یعنی شما میفرمایید این علمایی که ما داریم هیچ نوع ارتباطی ندارن؟ علمای اعلام در قم، یعنی با دنیای داخل، پیشرفت‌های جهانی. یه تعداد از این آقایون رو شما بیاری میدون انقلاب، بگی سوار تاکسیش و برو تجریش، گم میشن. یعنی اینا با جامعه خودشون بیگانه. چه رسد به این که من به بعضی طلاب جوان کاری ندارم که سعی کردن روز آمد بشن، ولی نوع اسکول فکریشون، مکتب فکریشون، دین فقه محوری که در تمام اون فقهشون هم به درد قرون بخوره، وقتی در این مکتب فکری محاطن، با عقل مدرن و نقاد و خودبنیاد جدید و مسئله دانش جدید بیگانن. شما یک قلم نگاه کنید، مقدار دشمنیشون با علوم انسانی رو ببینید، کاملا نشون میده که اینها به راحتی گالیله رو محاکمه که چه عرض کنم 10 دفعه اعدامش میکنه. آقای نوری‌زاده، یکی از مواردی که در سال گذشته وجود داشت داستان اسید پاشی به روی دختران بانوان اصفهانی است. بله. این همه وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی، هنوز آخرین خبر این هست مسئولان جمهوری اسلامی میدن که شناسایی نشدن اسید پاشی. این عدالت و اطلاعات و برای اطلاعاتی باز خودی و غیر خودی داره آقای نوری‌زاده. البته البته اینا اهل بیت بودن. بچه‌هایی که اون فیلم هپی رو درست کرده بودن 6 ساعته دستگیر شدن تمامشون، جد آبادشون هم در آوردن. هر کی یه دونه سایت می‌نویسه دو کلمه زود دستگیرش می‌کنن. یه کارتون هم درست کردن خیلی قشنگه. ولی در مورد اسید پاشا نه، که چون همشون از خودشونن، بالاخره بچه‌های بسیجی ان، پای نوه خونا میان، پای حرف نوه خونا. خدا شاهد آقای چالنگی، من گاهی اوقات حرفای این آخوندا رو گوش میکنم تو این کانالای شیعه ولایت غیره غیره، پشت آدم میلرزه که اینا چه ضد فرهنگی رو دارن تو اون جامعه رواج میدن و چه چرندیات و مزخرفاتی رو به اسم دین دارن به خورد مردم میدن. نتیجهش هم اون جوان اسید پاش میشه دیگه، خیلی روشن. بله، آیت الله مورد علاقه شما آقای مکارم شیرازی البته راه حلی رو برای سال آینده میلادی داده، حل مسائل کشور. گفته راه حل مسائل کشور افزایش جمعیت. بله. یعنی راه حل مسائل کشور از اتاق خواب مسلمین و مسلمات نیست. بله، گفته برای ایشون میگن چی؟ میگن کارخونه های شکر دیگه مملکت هم به من بدین، آبکو و چغندر مشهد و اینا رو هم بدین، مثل مال دسفول همچی خوب بمالونم بخورم. به پایان این برنامه کم کم نزدیک میشیم. یادمون هست در نخستین روزهای پس از انقلاب، 8 روز 7 روز بعد از پیروزی انقلاب، در 30 بهمن ماه اولین مسیحی در ایران پس از انقلاب اعدام شد، کشیش پرویز سلیا، نام دیگه ایشون ارسطو، اعدام شد کشیش ایرانی. در سال نو مسیحی برای همه مسیحیان ایران مجدداً آرزوی سال خوش داریم، برای همه ایرانیان و برای همه مردمان پاک دل جهان. آقای نوری‌زاده با سپاس از شما. درود بر شما. آقای سازگارا با سپاس از شما. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی
بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، کوساران آسماری و زگرس، الوند، کو و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.